بسم الله الرحمن الرحیم. درس اول تجوید خدا بخیر شروع میکنیم. در درس اول خود ما اول باید بفهمیم امی تعریف تجوید که تجوید چی را میگن و ترتیل چی را میگن. به خاطر از اینکه ترتیل در قرآن بر ما امر شده، الله در قرآن بر ما امر کرده که قرآن به ترتیل بخونیم، و تجوید علما میگن که قرآن باید علم تجوید یاد داشته باشیم. به خاطر از اینکه قرآن درست بخونیم باید تجوید یاد بفهمیم. پس تجوید چی است؟ تجوید عبارت از یک مهارت درست خواندن قرآن است که قرآن به مو زیبایی هایش طوری که نازل شده به اون رقم بخونیم، ایره تجوید میگن. و ترتیل عبارت از تلفظ درست مخارج حروف و دانستن وقفه های که ما در کجا در تلاوت خود وقفه کنیم، در کجا وقفه نکنیم. بعض جاها در قرآن میه که اگر ما وقفه کنیم معنا تغییر میکنه، بعض جاها میه که اگر ما وقفه نکنیم معنا تغییر میه، که ما ایره باید بفهمیم که در کجا وقفه میکنیم در کجا وقفه نمیکنیم. پس ترتیل عبارت از دانستن درست مخارج حروف و معرفت وقوف است. لحن چی را میگن؟ و چند نوع لحن وجود داره؟ چرا در بعضی جای ممکن شاید بعد از اینکه شما درسای تجوید بگیرین فهمیدم، بعضی جا مردم میگه که ای تلاوت از این لحن جلی داره، تلاوت از این لحن خفی داره. اونجا باید بفهمیم که چی میگه که لحن جلی و خفی از چی است. ما باید اول این لحن بفهمیم که چی است. لحن در لغت کجی و انحراف میگه، و در اصطلاح لحن عبارت از خطا و یا اشتباهی است که در تلاوت قرآن واقع میشه. ای اشتباه و خطا که در تلاوت قرآن واقع میشه دو نوع است، که لحن دو نوع است. یکی را به نام لحن جلی میگن که این خطا و اشتباه آشکار است، واضح است بسیار، و دیگهش که است در لحن خفی است که آنقدر درست آشکار نیست اما نباید واقع شه. لحن جلی که از پنج نوع است و علما میگن که حکم ای حرام است اگر ای واقع شوه در تلاوت ما یا در نماز خواندن ما. وقتی که ما سوره فاتحه را میخوانیم یا کدام سوره دیگر را میخوانیم، اگر لحن جلی واقع شوه ای نماز باطل میشه و باید نماز دوباره از سر بخوانیم. ای پنج نوع است که حالتی است که تبدیل حرف به حرف شوه. مثلا ما وقتی که تلفظ یک چیز را میکنیم و حرف درست از مخرجش استفاده نکنیم و او را که از مخرجش تلفظ نکردیم به یک حرف دیگه تبدیل شد. مثلا الحمد الحمد بگویم یا الحمد بگویم، حیر درست الحمد نگویم و حیر صحیح تلفظ نکنیم و او را به چیز دیگه تلفظ کنیم. کمی زیادی حرف اگر ما یکی از حروف قرآن حرفش زیاد کنیم یا حرفش کم کنیم در تلفظ خود در جریان تلاوت، ایره به نام لحن جلی میگن که جواز نداره. اضافه کردن حرکات و سکنات، مطلب از حرکات ای است که وقتی که ما میگیم که حرکات حروف، اینمی دمه و کسره و فتحه را میگیم. اینمی دمه و کسره و فتحه که در بالای حروف در برای حروف لغات قرآن موجود است، اینمی را به نام حرکت میگن. در صورتی که اینمی ها در بالای از موجود باشه، این را میگن که این حرف حرکت داره، ارگان نبود میگن که این سکون است. و در بعضی حالات در بعضی از قرآن های کریم امی سکون به قسم یک دایرگک نشان میتن، و یا ای که در بعضی حالات هیچ چیز بالاش نشان نمیتن و در بعضی حالات یک رقم علامگه که به نام جزم میگن، که ما به نام جنگ انداز میگیم. اونمو جنگ انداز در حقیقت سکون است،
امو رو که ما به نام جنگ انداز میشناسیم، اونمو علامه سکون است که حرف ما قبل از او کتمی سکون جنگ میخوره، اما سکون میشه و متحرک به سکون تبدیل کنیم. حرفی که در بالایش دمه و فتح یا در بالایش یا در پایینش کسره باشه، در بالایش فتحه و دمه باشه، ما او را جنگ بندازیم یا سکون بسازیمش. و یا ای که در نظر نگیریم حروف مشدده، حروف مشدد اونمو حروف را میگن که در سر خود یک دانه سین واره علامگک داره، یعنی در حقیقت دو تای اونمو حرف است، دبل است. لحن خفی که است به چار نو است یا در چار حالت است که ایره علما میگن که ای مکروه تحریمی است، یعنی که باید ما اجتناب کنیم از این کار. حالت اولیشی است که ما حرف را را جایی که باید پر تلفظ کنیم او را پر تلفظ نکنیم. حرف را را در جایی که نازک باشه ما او را نازک تلفظ نکنیم. این دو حالت برای حرف را است. حرف را در عربی، حرف را را ما در فارسی و دری به نام حرف ر میشناسیم. در عربی ر وجود نداره و حرف به نام را میگن. و حالت سیومش ایست که لفظ جلاله یا اسم الله ما جایی که باید پر تلفظ شوه پر تلفظ نکنیم، جایی که نازک تلفظ شوه ما او را تلفظ نازک نکنیم. یک چیزی مهمی که میسته که ما باید در لفظ جلاله بسیار متوجه باشیم که الله که میگیم، الله آخر اسم الله که است ای به حرف ها یا هی دو چشمه خلاص میشه که ما باید دیره تلفظ کنیم. وقتی که الله میگیم باید نفس از حلقوم ما بیرو حرکت کنه. الله اگر شما متوجه باشین اکثرا میگن الله الله، امی اسم الله را به لام الفلا استاد میکنن که ای در حقیقت لحن جعلی شد، به خاطر که الله و الله یک هی در آخر گم است بخی. این رقم تلفظ در قرآن میگن که جواز نداره. انشاءالله ما در درسای دیگه آهسته آهسته باز میریم بالا از این که چی رقم تلفظ کنیم، کدام مخارج از کجا است، چی رقم است، این موضوعات باز بحث میکنیم. و السلام علیکم.